با درودی دیگه خدمت همراهان و همیهنان باعث افتخاره که دقایق پیش رو همراه لحظات زیباتون خواهیم بود همکاران من در کانال ایران بسته خبری از مهمترین رویدادهای این ساعت جمع بری کردن که به صورت تیتروار به بررسی اونا می پردازیم. در ابتدا خبری داریم از حمله فاشیسم دومبوریده خامنه ای به آقا و خانم سلبریتی در ادامه ویدیویی میبینیم از افشاگری غیر منتظری عزت الله زرقامی بر علیه حاکمیت جمهوری اسلامی و پس از اون یک گزارش خواهیم داشت تحت عنوان در رژیم خامنه ای ارقام دزدی و فساد باور نکردنیه و در نهایت هم از یکی از مهمترین علل مهاجرت گسترده نخبگان از ایران رو بررسی میکنیم تا انتها با ما همراه باشید قبل از شروع مشروع اخبار این نکته رو یادآوری میکنم که لایک یا کامنت شما زیر این ویدیو به همرسانی و آگاهی رسانی این خبر به دیگر هموطنانمون کمک میکنه و با این کار شما ما رو یاری رسانی میکنید و البته سابسکرایب کانال رو هم فراموش نکنید با ما همراه باشید حمله فاشیسم دوم بریده خامنه ای به آقا و خانم سلبریتی دانیل معمار سردبیر روزنامه حکومتی همشهری وابسته به شهرداری تهران پایین کشیدن بیلبوردهای علی کریمی ستاره فوتبال ایران از سطح شهر تهران و احتمال ممنوع کار شدن ترانه علی دوستی رو اتفاقات مثبتی خوند که به گفته اون میشه جلوی اظهار نظرهای نادرست و اشتباه سلبریتی‌ها رو بگیره به گزارش بی بی سی اون در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان آقا و خانم سلبریتی حال حرف زدن هزینه داره برخورد با علی کریمی و ترانه علی دوستی رو به عنوان روشی برای ساکت کردن سلبریتی‌های های جامعه خوند و نوشت وقتی این چهره های شناخته شده هنر و ورزش اصرار دارن تو هر امر تخصصی و غیر تخصصی حرفی بزنن باید هزینهشم بپردازن آقای معمار که از پاییز سال گذشته به عنوان سردبیر روزنامه همشهری منصوب شده نوش یک ورزشکار درباره یک امر مذهبی نظر نادرست میده و حالا باید هزینه اون رو با پایین آوردن بیل تو شهر بپردازه یک بازیگر توی یک جشنواره خارجی به دروغ علیه کشورش حرف میزنه و حالا باید منتظر کاری باشه ماجرای برخوردهای اخیر با علی کریمی به دلیل یک پست اینستاگرامی اون بود که نوشته بود میلیاردها تومان خرج میکنیم نظری بدیم و در پایان آرزوی شفای بیمار رو داریم که برای نداشتن پول درمان میمیره این حرف اون به مزاق بعضی خوش نیومد و در نهایت درگیری لفظی اون و یک روحانی در این باره کار رو به جایی رسون که شهرداری بیلبورد هایی با تصاویر اون را از سطح شهر جمع کرد در فضای مجازی بسیار از کاربران از حرف آقای کریمی حمایت و از برخورد به اون انتقاد کردند. وزیر میراث فرهنگی معماری ایران بعد از انقلاب نابود شد. عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی تای برنامه تلویزیونی بر نقش مخرب حاکمیت جمهوری اسلامی بر معماری ایران اذعان کرد زرقامی گفت در تاریخ ایران هر گروه سلسلی روی کار اومده با تکی بر سرپنجه هنرمندان ایرانی یک معماری مشخصی رو رقم زده حتی در دوره پهلوی با یک معماری روشن مواجه هستیم به افسود اما بعد از انقلاب معماری ایران به کلی نابود شد شناسی جدینی که ما کلا معماری رو به هم زدیم یه جایی معماری رو نابود کردیم ما در طول تاریخ چند هزار ساله هر سلسله اومده گروهی اومده حکمرانانی آمدن باز به تعبیر رهبر معظم انقلاب به دلیل سرپنجه هنرمندان ایرانی ما یه معماری مشخص داشتیم حتی دوره قبل در دوره پهلوی ما یه معماری روشن داریم که مربوط به هنرمندان ماست مربوط به معمارای ماست خب ما بعد از انقلاب معماریمون کلن نابود شد نداریم در رژیم خامنه ای ارقام دزدی و فساد باور نکردنیه یک نماینده مجلس شورای اسلامی از قوه قضایی خواسته تا به گزارش تکان دهنده تحقیق و تفحص در مورد فولاد مبارکی اصفهان فورا رسیدگی کنه مرتزا حسینی نماینده میانه گفت از قوی قضایی میخوایم تا گزارش دردآور و تکان دهنده تحقیق از فولاد مبارکه رو به طور جدی پیگیری کرده و چنانچه این گزارش همانند گزارشات قبلی بدون رسیدگی بمونه افکار مردم مکدر میشه. حجم غیرقابل باور فساد اقتصادی بهار نیوز نوشت پرونده تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکی اصفهان با گزارش فسادی بالغ بر 92 هزار میلیارد تومانی مدیران این شرکت همراه شد تا مردمی که این روزها گرفتار تأمین نیازهای اولیه تو زندگی هستند بیش از همیشه سرخورد و ناامید بشن ارقام تخلف و دزدی و فساد به قدری باور نکردنی که باید چند بار اونو بخونین و در نهایت به دلار متوجه بزرگی این تخلف بشین سه میلیارد دلار مبلغی که با اون میشه هم دریاچه ارومیه رو بازسازی کرد و هم خیلی از مشکلات زیست محیطی کشور از جمله ریزگردها و بیابی رو سر و سامون داد ولی گویا مدیران متخلف بهتر از همه بلدن این پولا رو خرج کنن و مشکلات مردم و کشور اصلا اهمیتی نداره در کشوری که نیمی از سال گذشته و هنوز حقوق مستمری بگیران علا رغم تورم 50 درصدی و ابلاغ تغییری نکرده برای مهمترین نیازهای مردم تحریم و بیپولی و کسری بودجه رو بهانه میکنن صرف ارزی از سفره ضعیفترین اقشار مردم کلید زده میشه چون این تخلفی واقعا حیرت انگیزه بدترین قسمت این ماجرا هرچند یکی دوتا نیست اما اینکه این روند ادامه داره و در هر جایی که پول باشه کلاهبرداران به اسم مدیر دولتی و خصوصی منتظرن تا اموال این مردم مظلوم رو اینطوری به خاک و خون بکشن بسیار تاسف باره در شبکه های اجتماعی اخبار این تخلف رو با تخلف های دیگه که هنوز رسانه نشده میسنجن تخلفاتی در سایر شرکت های خصوصی و دولتی تا شهرداری ها. سرنوشت افرادی که با اسم و مشخصات در گزارش این تحقیق و تفحص رسمی اومده چی میشه؟ پروژه به گیران تویتری تا صدا و سیما که با آگهی و رپورتاج های میلیاردی در صدد بودن جلوی همین تحقیق و تفحص رو هم بگیرن مشاوران خیالی که به اذعان گزارش مجلس بدون اینکه دقیقه حضور داشته باشن و کار مفیدی انجام بدن ماهی 60 میلیون تومان دریافتی داشتن و مدیرانی که از کیسه خلیفه بیت مال هر اونجوری که فکر کنین به عنوان رشوه پرداخت کردن تا این فساد همچنان ادامه داشته باشه و این سفره چرب برچیده نشه مذهبی ها و ائمه جمعه که پول بیت المال رو به ناحق گرفتن و برای مردم بینوا بر منبرها از مال حرام و حلال میگن قرار همچنان به این روند ادامه بدن این گزارش تفحص در زمانی خوبه که سرنوشت تک تک کسایی که نامی از اونا در اون برده شده و مشخصه که ریالی رو به ناحق گرفتن مجبور به بازپرداخت اون بشن اونم به همراه جریمه و انفصال از خدمت وگرنه انتشار چنین گزارش هایی در حالی که بسیاری از این آقایان همین حالا تو مناسب بهتر و پرپولتری بر صندلی های مزدیریت این کشور تکیه زدن چه سودی داره در همین زمان دیدن گشتای ارشادی که مجازات بدهجابی زنان و دختران این سرزمین رو به بدترین و خشنترین شکل ممکن پوشش میده و سر هر کوی و برزنی تو هر شهر و استانی اتومبیل و ون و نیرو به اون اختصاص دادن واقعا که خنده داره این گشتها و امر به معروف و نهی از منکر رو برای مدیران دولتی که کارنامه هاشون سال هاست به رسوایی مشهور شده به کار بگیرید نه برای موی دختران و زنان چرا هیچ کس با هیچ تفکر مذهبی از این همه دزدی و فساد و اختلاس دامن دار و مداوم در این مملکت آزرده خاطر نمیشه اما موی زنان همه رو آزرده خاطر میکنه؟ <applause> یکی از مهمترین علل مهاجرت گسترده نخبگان از ایران عدم رعایت شعن و منزلت از مهمترین علل مهاجرت نخبگانه عضو ارشد حزب کارگزاران سازنده میگه متاسفانه امروز در شرایطی قرار داریم که هر نیروی مستعدی که زمینی مهاجرت براش فراهم بشه رفتن رو به موندن ارجح میدونه تعداد بسیاری از نخبگان تحصیلی در سطح دانشگاهی و حتی متوسطه به دنبال مهاجرت هستند همزمان بحث مهاجرت پزشکان هم به مشکل جدی برای جامعه و نظام سلامت کشور تبدیل شده به گزارش سایت اصر ما علی محمد نمازی با بیان اینکه یکی از سنگین ترین خسارات به کشور از ناحیه فرار مغزها و مهاجرت نخبگان وارد میشه میگه همچون ساختمانی که شاید به ظاهر مشکلی نداشته باشه اما از درون پوسیده در صورت تداوم این میزان مهاجرت نخبگان به زودی کشور فاقد نیروی متخصص صاحب رأی و نظر کارشناسی خواهد بود که بیراه نیست اگه بگیم این مهمترین و سنگین ترین لطمه و ضربه به هر کشوریه این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی که عدم رعایت شعن و منزلت نخبگان رو یکی از مهمترین دلایل و عوامل مهاجرت نخبگان میدونه با تاکید بر نبود رویه منطقی در اداره حوزه مختلف فرهنگی، اجتماعی و علمی به عنوان یکی دیگر از عوامل این مهاجرت گسترده گفت شاید در توضیح علل و عوامل اصلی مهاجرت گسترده نخبگان به مسائل مختلف اشاره کرد که به نظر میرسه یکی از مهمترین عوامل عدم رعایت شعن و منزلت اونا باشه نمازی در پایان تصریح کرد همچنین وجود دیدگاه های متفاوتی که از جانب حاکمیت و دولت در یک موضوع مشخص وجود داره و نبود ثبات در سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی به نحوی که اهالی فرهنگ و به طور کلی نخبگان در وضعیت بلا تکلیف قرار بگیرن از دیگر عوامل مهم مهاجرت گسترده ی نخبگان هست. خب بسته خبری این ساعت هم به پایان رسید سپاس بیکران تقدیم به شما که همراه ما هستی و با لایک و سابسکرایب از کانال خود حمایت میکنی و در آگاهی رسانی به هم میهنانمون مشارکت داریم تا بخش بعدی خبر با بهترین ها برای شما بدرود